یک شنبه گذشته جامعه هنری ایران، بستگان، دوستان، همکاران و دوستداران طوفان، نوازنده، آهنگساز و خواننده پاپ ایرانی با او در لس آنجلس وداع گفتند. این مراسم به همت کیان پاشا، خواننده و دوست صمیمی طوفان و با حضور جمع عظیمی از ایرانیان که از شهرها و ایالتهای دور و نزدیک برای این مراسم آمده بودند، در قبرستان پیرس برادرز در شهر وستلک ویلج جنوب کالیفرنیا برگزار شد. درسی که من از طوفان گرفتم توی این مدتی که پیش من بود، واقعا این خوبی طوفان بود که باعث شد همه اینطور اومدن و من یاد گرفتم چقدر خوب آدم خوب باشه، طوری که وقتی که پاش میفته اینطور همه براش قدم بردارن. یک یک طوفان عطایی در سال 1325 هجری شمسی در شهر آستارا در شمال ایران به دنیا آمد. او فعالیت‌های هنری خود را در ایران با نوازندگی آغاز کرد و سپس با آهنگسازی و خوانندگی نیز روی آمد. او که در طول این سالیان با گروه‌های مختلفی کار کرده و آلبوم‌های متعدد و خاطره‌انگیزی نیز از خود بر جای گذاشته، پس از ماه‌ها مبارزه با بیماری سرطانی ریه، در روز 16 خرداد 1391 در سن 66 سالگی در لس آنجلس درگذشت. کمتر از یک هفته پیش از مرگ طوفان، گروه بزرگی از هنرمندان و دوستداران او در لس آنجلس با حضور طوفان در کنسرت بزرگی در حمایت از او به اجرای برنامه پرداخت. همونجوری که هفته پیشم گفتم بهتون، دیدین که چه مهمونی برای زنده یاد طوفان گرفتن، و ولی خب عمرش کفاف نداد، روحش شاد باشه و روانش آمرزیده باشه. امیدوارم که این برنامه همیشه در زمان زنده بودن همه هنرمنده باشه، نه وقتی وفات کرد. یک هنرمند هیچ وقت نمیمیره، نباید بمیره، و اینکه اونقدر آثار زیبا و فراموش نشدنی داره که سالیان سال اونها ما زندگی خواهیم کرد، گرچه بین ما نباشه. الان افتخار میکنم که همچی دوستی داشتم و سیلم رو سفر میکنم که بگم دوستی که از سال 1967 شاید 50-51 دو سال با من دوسته، هیچ وقت برایش کم نیاوردم. شما هم سعی کنین در زندگی برای دوستاتون کم نیارید و تا حسی هوای همون داشته باشید. حرف زیاد گفتنی ندارم مثل دوستان که میگن، ولی کاشکی که وقتی هستیم، وقتی وجود داریم، نفس داریم، میکشیم، پشت هم باشیم و یکم هم دیگر رو حمایت کنیم. برای همین دیگه حرف گفتنی ندارم، تصدیت میگم روح شاد، ایشالا که جای خوبی رفته باشه. طوفان عزیز یکی از بچه های پیشکسوت های به قول معروف اولد تایمر موزیک پاپ ایران بود و تا آخرین لحظه هم خودش و کسوتش و شخصیتش رو تا اونجایی که تونست تو این ناکجا آباد حفظ کرد. امیدوارم که درس عبرتی باشه برای همه هنرمندانی که این روزا اقلن دستشون به جایی بنده و یادشون میره زیر دستایشون ها، و همه شون هم یکی یکی الان اینجا هستن. روح شاد. و من تصدیت عرض میکنم خدمت تمام ایرانیای عزیز، به خصوص اون دسته ای که واقعا با طوفان زندگی کرده. و مراسم خاکسپاری بعد از اینکه هنرمندان ناماشنا و همکاران و بستگان طوفان درباره او و خاطراتشان با او صحبت کردند و بخشهایی از موزیک ویدیوهای او به نمایش درآمد، تابوت طوفان با همراهی حاضرین در کنار دو تن از همکاران قدیمی او، ویگن و جهان، به خاک سپرده شد. همین میتونم بگم واقعا یه خاطره بزرگ از بین ما رفتش. روح شاد باشه، به خانواده‌اش تسلیت میگم و به جامعه هنری. قربان شد. دوران نوجوانی من، خب طوفان عزیز جزو خاطرات شیرین من بود. هر موقع از نزدیک همو میدیدیم، واقعا اون صفا و صمیمیت و ایثارش همیشه به دل انسان میشست و من واقعا طوفان رو دوست داشتم. از همه قبل دوستش داشتم، هیچ موقع هم شانس همکاری با هم نداشتیم متاسفانه، ولی به هر حال امیدوارم روح شاد باشه و بقای عمر دوستداران هنری باشه. خوشحالم که امروز
نشونه زندگی و دوست داشتن محبت طوفان نازنین میبینم که همه هنرمندا و همه عزیزان اینجا هستن. انشالله که برای همه هنرمندایی هم که زنده هستن طول عمر آرزو میبرم. آرش راد، صدای آمریکا، لس آنجلس.